یک نماینده مجلس اعتصاب قضا کرد. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود از تحصن و اعتصاب قضا در دفتر کاریش خبر داد و گفت در حمایت از محتاجین به نان شب و گرفتاران و به خاطر عدم صداقت برخی مسئولان این کار را انجام می دهم. مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در جلسه علنی امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور خود در انتقاد از وضعیت اقتصادی گفت مردم میگویند اقتصادشان موقعی رو به زوال رفت که ربا وارد آن شد و دستور خدا قرآن و دین در آن نادیده گرفته شد. بانک‌ها پول مردم را جمع کردند و از همان پول به مردم وام دادند و سودهای کلان گرفتند و تأخیر و جریمه اخذ کردند. در نتیجه هم اقتصاد خراب شد و هم اسلام بدنام. نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد. مردم میگویند جبهه‌های اصولگرا و اصلاح طلبی موجبات اختلاف‌های خانوادگی را فراهم کرده است و همچنان برادر با برادر و پدر با پسر را به دنبال منافع فردی و حزبی انداخته و هر روز به کالبد کشور آسیب می‌زند. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه رزمندگان و آزادگان و خانواده‌های شهدا مورد بی‌مهری هستند گفت باید به داد آنها رسید. نباید بگذاریم که جانبازان و آزادگان برای مطالبه حق خود تجمع کنند. آنها سالیانی پیش برای دفاع از وطن خود جنگیدند و امروز باید از بیکاری فرزندانشان خجالت بکشند. رضا حسینی خطاب به مقام معظم رهبری گفت امروز در کشور لایه لایه سیمهای خاردار بیارزشی کشیدند تا ارزشها نتوانند از آنها عبور کنند. امروز میدانهای مین تجملگرایی و ثروت کاشتند تا فقرا و وارثان اصلی انقلاب زمینگیر شوند. وی تاکید کرد هنوز جنگ تمام نشده است. دیروز با دشمنان بیرونی و امروز هم با دشمنان بیرونی و هم با بدخواهان داخلی. نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود تحصن و اعتصاب قضای خود در دفتر کارش را اعلام کرد و ضمن عذرخواهی از خانواده‌اش گفت به عنوان سرباز ولایت در حمایت از محتاجین به نان شب و گرفتاران و به خاطر عدم صداقت برخی مسئولان این کار را انجام خواهم داد.